چه بودت که گشتی چنین زرد فام؟ چنین داد پاسخ که من روز و شب همین برگشایم به فریاد لب. چنون گشتی بی خواب و پژمرده‌ام، تو گویی که من زنده ای مرده‌ام. همانا زمان آمد از من فراز، یعنی باید بزن و از این بار بردن نیاون جواز. من باید بزن و نمیتونم بزن. تو گویی به سنگ استما و کند پوست، خیال میکنم که سنگ اینجا زیر این پوست من و یا زاغن است اون که بود هستن، اون یا اینکه آهن این توه اینقدر سنگینه. یعنی بچه آنچنان درشت بود که به اصطلاح طبیبان امروزی آقای دکتر عطایی، مادر توانایی زادن نداشت و طبیعی است که مادر رودابه نگران میشه که دخترش نمیتونه بزاده. و وقتی که مدت موقع زاییدن میشه، رودابه از شدت درد بیهوش میشه. چنون شد که از او رفت یک روز هوش، یک روز بیهوش افتاده مادر آبستن. خب همه اهل خانه نگران میشن، ناران میشن و بعد مادر رودابه که شیوه همه مادرانه رخساره میخراشه، فریاد میکنه، شیون میکنه که در شبستان بود. بعد به زار میگن که آقا ببینید تو خونه چه قوقایی، مادره داره خودشو میکشه، دخترم که آبستنی بیهوش افتاده. این یک دفعه زار یاد سیمور بود، بلافاصله میگه که هیچ نگران نباشید، الان من به راهش پیدا بود. بعد همون پر این فردوسی رو آدم میکنه قشنگتر، همون پر سیمور قش آمد به یاد، بخندید و سیندخت را مژده داد. یکی مجمر آورد و آتش فروخت و از اون پر سیمرغ لختی بسوخت. اون پر سیمرغ رو مقداری آتش زد، همان در زمان تیرگون شد هوا. پدید آمد آن مرغ فرمان روا، یعنی سیمرغ اومد چو ابری که بارانش مرجان بود. ببینید تصویر چقدر باشه، چو ابری که بارانش مرجان بود، چه مرجان که آسایش جان بود. بیامد دمان تا به نزدیک زاو، گزین جهان مرغ فرخنده باد. سودش فراوان و بردش نما، برو کرد زاو آفرین دراز. سیمرغ گفت که چرا غمگینی؟ چرا افسردی؟ از این بانوی تو یک فرزند میخواهد آمد به بالای سر، به نیروی پی و انگوشت خشت افکند بر دوری. بعد میگوید که یک خنجر آبگون بیا، خنجر آبگون یعنی تیز، خنجر آب داده. یک مرد بینادن پرفسون بیا، یک مرد دانای رو بیا. بیاورد یکی خنجر آبگون، یکی مرد بینادن پرفسون. نخستین به می ماه را مست کن، اول با شراب این دختر تو مستش کن. ز دل بیم و اندیشه را پست کن. متوجه اولین داروی بیهوشی در ته آیا در داری شراب تو بنگر که بینا و دل افسون کند، ز پهلوی او بچه بیرون کند. این از پهلوش بچه رو میده. اینجا بین همطور که عرض کردن به جای داروی بیهوشی رو کار میده. مادر رو شراب بنوشید، بنوشانی تا بشه احمدی زرجاهی رو انجام داد و با خنجر پهلوی او رو باره کرد. شکافت تهیگاه سر سهی، نباشد من او راز درد آگهی. شراب و کار خودش کرده درد داره و دو بچه شیر بیرون کشد، همه پهلوی ما در خون کشد. پهلوش همش خونی خواهد شد، بچه را رو بیرون و از آن پس بدوزد کجا کرد چاک. اون وقت اونجایی که چاک کسی که بچه را بیرون بدوزه، زدن دور کن ترس و اندوه و باک. گیاهی که گویم، یک گیاهی که من بگویم با شیر و مش، بکوب و بکن هر سه در سایه خوش. ببینید نسخه ها رو، گیاهی که من بگویم بگیر را بکوب در سایه خوششون کن، به سایه و بیارای بر خستگیش. ببینی همان در زمان رستگیش. خستگی در زبان ما معنی زخم داره. همین الان هم دوستان افغانی من در افغانستان زخم بهش میگن خستگی.
این که ما در خستی، ما خسته میشیم، میگیم خسته شدی، این درست نیست. خستگی به معنی ضعف است. خب دستورالعمل‌های سیمرغ ملاحظه کنید که روشن بود. بعد از پاره کردن پهلوی رودابه، زخم با گیاهی که با مشک و شیر ساییده بودن بر خستگی او مالیدند و خلاصه سیمرغ پس از این تعلیمات میگوید تو را از این سخن شاد باید بودن، به پیش جهاندار باید شدن که او دادد این خسروانی درخت که هر روز نو بشکفاند برخ. بدین کار دل هیچ غمگین مدار که شاخ برومندت باید بباد. بگفت و یکی پرز بازو فکند و پرواز برشد بلند. بشد زار و آن پر رو برگرفت، برفت و بکرد اونچه گفت هیچ گرفت. بر آن کار نظاره بود یک جهان، همه دیده بر پرخون کهان و مهان. بیامد یکی موبد چیره دست، مرون ما رخ را به میکر مست. شکافی بیرنج پهلوی ما، بتابید من بچه را سرزرا. آقای بفرطایی که پزشکی زنانه میدونه که از پا به دنیا آمدن بچه خطرناکه و اینجا میگوید اون موبد چیره دست، اون جراحی که این کار را انجام داد، بتابید من بچه را سرزرا. بچه را سرزرا برگردون که از پا بیاد بیرون و با بچه بیشون که با سر بیرون بیاد. چنون بیگزندش برون آوری که کس در جهان این شگفتی ندید. یکی بچه بود چون که مادر بزا، به بابا بلند و به دیده و شاو. همه موی سر سرخ و رویش چو خون، چو خورشید رخشنده آمد برون. تصویرهای فیلمسازی رو یاد دو دستش پر از خون ز مادر بزار، ندارد کسی این چنین بچه یا. شگفتن در اون بوده مانده بود مرد و زن، که نشید کس بچه پیلتن. ملاحظه فرمید که در تاریخ کهن ایران مسئله به میان میاد که امروز به سزارین مربوطه. و علت این که امروز به سزارین معروفه اینه که جول سزار قیصر روم رو هم با همین ترتیب از شکم مادرش بیرون آوردن. ولی سابقه ماجرای زادن رستم از زادن آقای جول سزار بسیار بسیار قدیمی تره. پس قدیمی ترین ملتی که این کار سزارین، این کار شکافتن انجام داد ملت ایران. رسوم میگن رستمیه تو ایران، میگن رستمیه. رستمیه بر خیلی ممنون. اسمشو گذاشتن رستم. رستم یعنی نیرومند رویده، نیرومند برخواسته، که از دوتا کلمه رستم و تم درست شده. رستم، رستم و تم. رستم یعنی رویدن، تم یعنی نیرومند. در کلمات تهمتن و نظاهر این کلمات می‌بینیم تهم یعنی نیرومند. طبیعیست که خب مادر از دیدن فرزند شاد میشه و این از اینجاست که بخش حماسی شاهنامه در واقع آغاز میشه، بخشی که زمینه اساسی جنگ‌های مفصل با تورانیانه و این رستمه که پهلوان بزرگ سپاه ایرانه که همیشه تورانیان رو مغلوب میکنه تا سرانجام به مرگ افراسیاب پادشاه توران خاتمه داد. حالا یه چیز جالب براتون بگم. صفت رستم تهمتن است، یعنی دارنده تن نیرومند. رستم از عهد منوچهر تا روزگار بهمن پسر اسفندیار زندگی کرد. 600 سال عمر کرد. جهان پهلوانی کیقوباد و کیکاووس را داشت و سلطنت این پادشاهان به دو باز بست. خرد و دلیری رو با هم جمع داشت. در نبردها همواره شمشیرزن و جنگاور و غالب و گرهگشا و طراح حمله و دفاع و تدابیر جنگی. خصایص افسانه‌ای رستم
چنان درشتندان بود که درد زادن بر مادر سخت کرد و به چارگری سیمرغ به شکافتن پهلوی رودابه زاده شد. کودک یک روزه یک ساله بودند. ده دایه او را شیر می دادند. چون دو خوردن آمد، این را در بارش می گرد. چون دو خوردن آمد و اندازه پنج مرد غذا می خورد. چنان زورمند گشت که اگر بر سنگ را می رفت، هر دو پایش به سنگ فرو می شد. از خداوند خواست که از زورش بکاهد تا راه رفتن بر او آسان گردد که خداوند آرزوی او را برآورد. بالای او از بالای افراسیاب به نقدش که 70 عرش بود بلند شد. از وسایل جنگی او گرز سام، ببر بیان، جامعه جنگ که از پوست پلنگ بود که در آتش نمی سوخت و در آب هم تر نمی شد. کمند شست خم، کمانی که زیرش از چرم شیر بود و رخش، اسب دلاور او که معروف بود. نخستین هنرنمایی های او در کودکی عبارت بود از کشتن پیل سیب سفید سام که شب هنگام از بند گریخته بود، رفتن به البرز به دستور سام، رها ساختن کیکاووس از افغان رستم در مازندران، از افغان دیو در مازندران، جنگ با سهراب، جنگ های مدتبار. رستم سرانجام با رخش خودش در چایی که برادر بدندیشش شغاد براش کنده بود افتاد و از همونجا توانست با یک تیر برادر خائنش رو به درخت دوبه. رستم و تم روز شده. رستم، رستم و تم. رستم یعنی رویدن، تم یعنی نیرومند. در کلمات تهمتن و نظاهر این کلمات می‌بینیم تم یعنی نیرومند. طبیعیست که خب مادر از دیدن فرزند شاد میشه و این از اینجاست که بخش حماسی شاهنامه در واقع آغاز میشه، بخشی که زمینه اساسی جنگ های مفصل با تورانیانه و این رستمه که پهلوان بزرگ سپاه ایرانه که همیشه تورانیان رو مغلوب میکنه تا سرانجام به مرگ افراسیاب پادشاه توران خاتمه داد. حالا یه سری جالب براتون بگم. صفت رستم تهمتن است، یعنی دارنده تن نیرومند. رستم از عهد منوچهر تا روزگار بهمن پسر اسفندیار زندگی کرد. 600 سال عمر کرد. جهان پهلوانی کیقوباد و کیکاووس را داشت و سلطنت این پادشاهان به دور باد.